سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر شما اهالی ارجمند یاد خدا. سلام خدا بر همه رفتگانمون، گذشتگانمون، خصوصا پدر و مادرانی که از بین ما رفتن و اون پدر و مادرها متوجه اهالی ارجمند یاد خدا، عوامل برنامه و همه بیننده های خوبمون هستند و منتظر خیرات ما هستند. شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید. خدا رو شاکرم که توفیق دارم با یاد خدا هم نشین شما هستم و افتخار میکنم که خدمت استاد اسکندری هستم. حاجا سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلام و درود و رضوان و رحمت و مغفرت و برکات و صلوات الهی بر ارواح انبیا و اولیا و شهدا و صلحا و ملائکت الله و بر ارواح شریف و نورانی محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، خاص محضر نورانی حضرت صاحب الامر. و سلام و درود و رحمت الهی بر شما برادران و خواهران ایمانی و قرآنی، بینندگان محترم، شما برادر عزیز و دستندرکاران این برنامه. از خدای بزرگ عاجزانه میخواهم که توفیق خدمتگزاری رو در این دقائق و لحظاتی که در محضر قرآن کریم و محضر نورانی شما مشتاقان کلام وحی هستیم به این بنده حقیرش عنایت کنه. خیلی ممنون، خیلی متشکر. 3720 هم سامانه ارتباطی ما با شما، اهالی اتاق فکر یاد خداست که میتونید سوالتون، پیشنهادتون، تجربیات مثبتی که خیلی وقتا نکاتی رو برای ما ارسال میکنید، خواندنش در برنامه باعث خیر میشه برای همه بیننده های عزیزمون، و یا اینکه مثلا نکته نصیحتی از استاد میشنویم، شما میفرمایید من این رو عمل کردم، بعد از یک ماه، دو ماه یا بعد از گذشت چند وقتی این اتفاق مثبت در زندگی ما افتاده و این تغییر حاصل شده، میتونه خیلی منشأ اثر و منشأ خیر باشه. اگر کلمه تماس تلفنی رو هم یادداشت بفرمایید و برای ما پیامک کنید، آقای حسین زاده با شما تماس میگیرن، مثل امشب که چند بخش از سوالات شما رو با صدای خودتون خواهیم شنید، ان شاءالله از حضورتون استفاده خواهیم کرد. اما موضوع قرآن و معاد و میهمانی که در شب‌های جمعه شما برای یاد خدا مهیا کردید، ما راجع به معاد صحبت می‌کنیم و چه خوشیوم هست که این شب، که شبی است که به رحمت خدا و به رحمت الهی از اون یاد میشه، ما در این ارتباط صحبت می‌کنیم. اگر صلاح می‌دونید ما از همین ابتدای برنامه سراغ سوالات مردم بریم. با اجازه شما استفاده می‌کنم. خیلی ممنون و متشکرم. فرمودند که بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، تو رو به خدا جواب پیام من را حتما بدید. نزدیک 2 سال هست که برادرم به رحمت خدا رفته. اگر نماز و روزه قضا داشته باشه ما باید چه کار کنیم؟ تو رو خدا حتما راهنمایی می‌کنید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضورتون که راجب نماز و روزه قضا و همچنین حج انجام نشده که برگردن مکلفی مستقر شده باشه و بعد این از دنیا رفته باشه قبل از انجام مناسک حج، این یه بابی هست که من حالا اگر بخوام به اختصار عرض بکنم شاید مورد ابتلاء بینندگان محترم هم باشه. ببینید، نماز و روزه پدر بنابر فتوای همه مراجع تقریبا بر عهده فرزند بزرگترش هست، پسر بزرگتر، فرزند ذکور بزرگتر یا پسر بزرگتر. حالا اگر تنها پسر باشه همون میشه پسر بزرگتر، اگر پسرش فرزند سوم باشه، دو فرزند اولش دختر بودن، فرزند سوم پسر، باز این میشه فرزند ذکور بزرگتر. نماز و روزه قضای پدر بر اساس همه فتاوا و پدر و مادر بر اساس کثیری از فتاوای مراجع مثل رهبر معظم انقلاب حفظه الله، نماز قضای روزه، نماز قضا و روزه قضای پدر و مادر بر عهده فرزند پسر بزرگتر هستش که ایشون باید در واقع یا خودش بخونه یا کسی رو اجیر کنه که بخونن. اون مقداری هم که یقین داره قضا شده، لازم هم نیست تفحص بکنه، مثلا بره از مادرش، خونهاشون از هم جدا بوده، مثلا این آزاده تشکیل زندگی دادن، یه جای دیگه زندگی میکنن، گاهی یه شهر دیگه، کشور دیگه، پدر و مادر یه جای دیگه، بره از مادر سوال کنه بعد از فوت پدر که حالا پدرم نماز صبح میخوند نمیخوند، یا بره از همکاراش تو اداره سوال کنه ببینه ظهر و عصر که اونجا بود نماز میخونده. نه، اینها لازم نیست، همون قدر متیقن، مقداری که یقین داره قضا شده از
پدر و مادرش، این بر عهده فرزند پسر بزرگتر هستش. اگه فرزند پسر اصلا نداشته، اگر نداشته بر عهده هیچ کس نیست. و اگر اصلا فرزند نداشت هم همینطور. بله، مثلا این خانم اگر برادرشون این اتفاق براش افتاده، بله، و اگر اون فرزند بزرگتر هم نخوند، به فرزند دوم این واجب منتقل نمیشه. فقط بر عهده همون فرزند بزرگتر هستش، پسر بزرگتر هست. و بله، هر کسی میتونه برای هر کسی تبرعاً این کار رو انجام بده. حالا یه کسی به برادرش خیلی علاقه من بود و از دست روزگار و قضاء حادثه این برادر از دست رفت، خواهر از دنیا رفت، این برادر میتونه برای خواهرش، این خواهر میتونه برای برادرش، یا حتی برای دوستش، برای همسایش، برای شریکش، برای همسرش این کارو انجام بده. لکن اون چه که واجب الهیه اینه. و اگر هر کسی بخانه، در واقع به حساب اون میاد و انجام میشه و از عهده اون میت خارج میشه، ثواب هم برای این خواننده در واقع نوشته خواهد شد انشاءالله. انشاءالله. خیلی ممنونم. فرمودن تو رو خدا جواب ما رو حتما بدید. باور کنید که ما تمام تلاش رو میکنیم همه سوالات خونده بشه، اما به لحاظ وقتمون آنچه که در گنجایش زمانی یاد خدا میگنجه رو میتونیم محضرتون عرض کنیم. میخواستم از کارشناس محترم آقای اسکندری بپرسید که این که میگن خواهی که شویز گناه پاک، پنج شنبه به میر جمعه برو خاک، آدم ها شب جمعه سوال و جواب ندارند، یعنی چی؟ دیگه هیچ وقت سوال و جواب نخواهند شد آیا، و راحت به بهشت خواهند رفت؟ نه، قطعا اینجوری نیست. ما عرض کردیم در نوبت های قبل، ما روایت داریم در مورد فضیلت مردن در ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه در این فاصله. لکن این که به نحو اقتضا هست، ما قبلا این رو توضیح دادیم، اگر مانعی در بین نباشه، این فرد مؤمنی باشه و قرار به طور طبیعی مشمول فشار قبر قرار بگیره، مردن در شب جمعه و یا تا قبل از ظهر روز جمعه تخفیف میده این کار رو و بعضن بر میداره. اما اینجور نیستش که حالا صرفا با همین قصه کار تمام بشه. واقعا العمل، بینندگان محترم، خواهران و برادران، ثم العمل، همه چیز به عمل بستگی داره. بله، اینها میتونه یه پوانهایی باشه که در واقع ویژگیهایی باشه، یه امتیازاتی باشه که بیاد در واقع تقویت بکنه اون شرایط ایمان رو برای فرد مؤمن و او رو در یک حصار امنی قرارش بده، منتها مشروط به اینکه او با عمل صالح رفته باشه در اون عالم و در حقیقت مانعی برای این تأثیر گذاری وجود نداشته باشه. خیلی ممنونم. و فرمودن که روی کفن آیات قرآن و انواع دعاها نوشته میشه، بعدش بدن پوسیده و متعفن میشه، آیا این اتفاق باعث بی احترامی به این قرآن نمیشه؟ حسین آقای رضایی از فسا. نه، اینی که عرض کردیم روایات متعددی داریم که تربت سید الشهدا سلام الله علیه گذاشتن، تمام قرآن رو نوشتن، جوشن کبیر و جوشن صغیر رو نوشتن یا همراه کردن، اینا بالاخره معصومان سلام الله علیهم عالم به این قصه بودن. ببینید نکتهش اینه، ظرافتی که باید اینجا دقت بشه اینه، به قصد اهانت نیستش که، به قصد تبرکه، به قصد برخورداری اون میت از نورانیت این آیات قرآنه. یه وقت خدای ناکرده به قصد اهانت هستش آیات قرآن رو در معرض آلودگی انسان قرار بده، در معرض نجاست قرار بده، یه وقت نه، قصد این نیست، این اتفاق به طور طبیعی شاید بیفته و شاید هم نیفته، برای یه عده‌ای هم این اتفاق نمیفته از اولیا. بنابراین به قصد اهانت چون نیست، نه، این هیچ اشکالی نداره، بلکه استحباب داره و تأکیدم شده. خیلی ممنون. راجع به همین سوال، البته سوال بازم داشتیم، مثلا گفته بودن که چوب داخل کفن میگذارن یا از این حیث کار. بله. اینهای خرافات، نه سندیتی هم داره. اتفاقا در عروه الوثقا هستش، مرحوم یزدی اعلی الله مقامه الشریف سید یزدی رحمت، ایشون آوردن وضع الجریدتین، قرار دادن دو تا جریده، یعنی دو تا شاخه درخت که از نیم متر تا یک وجب میتونه در واقع طول این شاخه ها باشه، بهتر از شاخه درخت سدر نبود، درخت بید نبود، درخت انار نبود، هر درخت تازه دیگه ای، دو قطعه چوب داخل در واقع
کفن، اون سه بخش کفن هر قسمتش بگذارن یا روی کفن کنار این استخوان‌های ترقوه، این برآمدگی‌های کنار گردن اینجا قرار بدن، به شکل در واقع زبردری قرار بدن. در روایت داریم مادامی که این شاخه ها سبزه، خدای متعال عذاب رو بر می‌داره، البته باز به نحو اقتضا، یعنی اگر مانعی در بین نباشه اینها میتونه کمک بکنه. احسنتم، اینا عرض کردم یه امتیازاتی برای انسان مؤمن هست، حتی انقدر این استحباب مهمه، نه تنها خرافه نیست، فهمیدن اگر یادش رفت چنین کاری رو انجام بده و قبر رو بستن درش رو و خاک ریختن، مستحبه که یکی از این شاخه ها رو اون بالای قبر و یکی از شاخه ها رو پایین قبر داخل خاک قرار بدن، و باز مادامی که اینها سبز هستن اون امتیاز در واقع مشمول انسان مؤمن میشن. خیلی ممنون. میریم سراغ اولین بیننده عزیز و محضر هر دو بزرگوار. سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم، سوال شما رو میشنویم. سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و کارشناس برنامه آقای اسکندری، تشکر میکنم از برنامه فوق العاده عالیتون. دو تا سوال داشتم خدمتتون. اول که در دو جلسه قبل آقای اسکندری گفتن که وقتی انسانی از دنیا میره از خدا تقاضا داره که برگردون منو به دنیا تا کار نیک انجام بدم، و گفتن این کار نیک همون صدقه دادن و انفاق هست. من میخواستم بپرسم مثلا خانمی که خانه‌دار هست و درآمدی از خودش نداره، مثلا این خانم چجور میتونه صدقه بده، چجور میتونه انفاق کنه؟ مثلا پولی که تو کیفش هست اگه صدقه بده حتما باید به شوهرش بگه. بعد یه سوال دیگه هم داشتم در مورد همین جلسه قبل که صحبت کردن، مثلا گفتن در عالم برزخ یا بعض انسان ها یا معذب هستن یا متنعم. میخواستم بپرسن مثلا کسی که بین این دو حالت باشه وجود داره؟ مثلا مؤمنایی هستن کسایی هستن که کارهای خوب میکنن ولی خب لغزش هم دارن، بالاخره اینا چجوری تکلیفشون برزخ حالشون چجوریه؟ ممنون میشم، دستتون درد نکنه، از برنامه خوبتون هم خیلی تشکر میکنم. متشکرم. من از شیراز تماس میگیرم. ضمن تشکر از برنامه خوبتون که واقعا آموزنده است، خواستم راجع به کارهایی که برای آخرت خوبه حاجی آقا یه توضیحی بدن، بیشتر راجع به صدقه و خیرات، اینم برای آخرت خوبه یا نه. خیلی ممنونم، غلامی هستم از کودش لرستان. خیلی ممنون، خیلی متشکر هم از عزیزانمون در لرستان و هم از عزیزانمون در شهر شیراز. خیلی ممنون، اینها سفیران این دو شهر بودن که به یاد خدا تماس گرفتن. تعظیم و تکریم داریم محضرشون، در خدمت شما هستیم. بنده هم سلام عرض بکنم خدمت این بینندگان محترم و گرامی. بله ببینید، حتی در روایت داریم فشار قبر برای مؤمن کفاره گناهانشه، کفاره گناهانشه. داریم بینابینم هستن، بله، یعنی اونهایی که نه صرفا متنعم به نعمتها هستن، نه صرفا معذب به نقمتها و عذابها هستن، بلکه بینابینن، مقداری به خاطر معاصی و قفلتهاشون معذب میشن، تنهایی، غربت، تاریکی، وحشت، اینها خودش عذاب برای اونهاست، احساس طولانی شدن و طولانی بودن، اینها همه احساس عذابیه که برای اونها هستش. این بخش اول سوال خواهرمون، بخش دوم سوالشون بود. من بخش اول رو، این بخش رو هم داشتن که آجا صدقه خانم ها از جیب خودشون یا از جیب همسرشون. بخش اول ببینید، اینو بستگی داره به نوع تعاملی که با همسرشون دارن دیگه. یه وقت خانم خودشون درآمدی دارن که قاعدتا سوال خواهرمون این نبود، یه وقت نه بخششی بهشون میشه، یه وقت هست نه به اندازه یک خرجی هستش که با هم، بستگی داره به نوع قراردادها و تعاملهایی که با همسرتون دارید. ولیکن نه، صدقه منحصر به این نیستش که حتما ما پول بدیم. یکی از مصادیق انفاق هزینه کردن در راه خدای متعال هستش. اما شما نه، قول معروف و مغفرتون، قرآن میفرماید 263 سوره مبارک بقره باشه، قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها الله والله غنی. گاهی یه سخن خوب، گاهی یک دعا، گاهی یک ذکر،
گاهی یک عمل صالح، گاهی شما تماس میگیرید با مادر پیرتون، با پدر پیرتون، قربون صدقش میرید، تمام تشریفات خودتون رو، گاهی اون آقا خودش اهل علمیه، اهل منصبیه، اهل مقامیه، اهل شهرتیه، همه رو وقتی میره منزل پدر و مادر پیرش همه رو کنار میذاره، فقط میخواد اینا رو بخندونه، اینا رو شادشون کنه، با اینها شوخی میکنه، خودش رو در واقع گاهی لوس میکنه برای پدر و مادر به تعبیر حضرت عالی و امثال زاری. اینا همش صدقه است. همون جا میتونه قصد کنه که این رو برای اون فرد مورد نظرش هدیه بده. گاهی به همسرش یه لبخند میزنه، گاهی رضایت او رو جلب میکنه، این خود صدقه است، این یه حسنه است. شما هر حسنه ای رو که به نیت در واقع پدر، مادر یا اون مردگانتون قرار بدید برای اون میرسه. لزومی هم نداره حتما من مثلا یه تلاوت قرآن رو، مثلا یه سوره یاسین رو، سوره واقعه رو حتما برای پدرم، یکی برای مادرم، فرصت ندارم، میتونم برای 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر. اینقدر نورانیت این حسنات فراوان هست و زیاد هست. گاهی یک آیت الکرسی در روایت داشتیم دیگه، در نوبت‌های قبل عرض کردیم، یک آیت الکرسی میتونه مردگان شرق و غرب عالم اهل ایمان رو بهره‌مند کنه. بنابراین بله، اینم از این قصه. در مورد سوال برادرمون، راجب این سوال قبلی یک سوال، اگر مطلع باشن که همسرشون اهل صدقه هستن، با عنوان دوست دارن صدقه مالی هم بدن، میدونن که شوهرشون هر روز صدقه میده، اهل قربانی است، اهل صدقه است، کفایت میکنه این از طرف اگه خانواده داده شده باشه؟ بله خوب، ولی خوب دلم خواست این آرامش به دلشون داده بشه. اگر نه اون بله، ولی به دست خود انسان یک حسنه و یک عمل صالحی انجام بشه، مثل اینکه مثلا همسرشون اهل نماز شب باشه، این آیا جابر این قصه برای خود فرد هم میتونه باشه؟ قاعدتا از نورانیت او برخوردار میشه کل اهل منزل، لکن این کجا که خود انسان اقدام بکنه برای یک حسنه و عمل صالحی. بنابراین میخوام عرض بکنم که منحصر نیست صدقه به صدقات مالی. اگر کسی این امکان براش فراهم نیست، در حالت عسری و مضیقه به سر میبره، البته اینم عرض بکنیم ما قرآن اگه واقعیت رو بخواید من عرض بکنم، قرآن میفرمان لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. ذو سعه یعنی کسی که پول داره، شرایط مالی خوبی داره، به اندازه همون وسعتش ازش توقع میره، او باید به اندازه همون وسعتش انفاق کنه، صدقه بده. اما و من قدر علیه رزقه، کسی که روزی برش تنگ شده، خودش در عسر و حرج هست، به اندازه ای که خدا بالاخره یه چیزی داره که فلینفق مما آتاه الله، مدلش هم 5 تن آل عبا هستش و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا میشه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. علی حبه یعنی خودشون خیلی نیازمند بودن، افطارشون بود، از سحر گرسنه بودن، تشنه بودن، همونو میدادند. بنابراین میشه اگر خدای متعال توفیق بده و انسان از خدا بخواد توفیق رو، خدای متعال دستگیری میکنه و انسان موفق به عمل میشه. این خواستنش هم خیلی مهمه، این حسرتش هم خیلی مهمه، یعنی همین هم خودش یه حسن است، برای همین حسرت هم به شما پاداش داده میشه. احسنت مورد نظر اسلام است. اما سوال آقای غلامی از کوهدشت لرستان، عرض میکردم بله مهمه صدقه، با اینکه منحصر در مسائل مالی نیست، اما وفی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یا این آیه رو من در انتهای برنامه قبل بود که حالا این تلفن ظاهرا در نوبت قبلم مطرح شده بود، نرسیدیم پاسخ کامل رو بدیم. این آیه 261 سوره مبارکه بقره رو این برادر بیننده بزرگوار و همه عزیزان قرآنی مطالعه بفرمایید. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء. یعنی یک دانه میشه 700 تا. این قاعدتا من نمیخوام بگم الا و لابد اینه، اما از قرائن پیداست این تو دنیا چنین اتفاق نمیفته.
چون اگه قرار بود تو دنیا هر یه دانه بشه 700 تا، همه میرفتن اهل انفاق میشدن، هیچ کی بخیل دیگه نبود. خب من میگم من این چه ربایی بهتر از این، چون خدا میفهمد یرب صدقات، قرآن میفهمد یمحق الله الربا، خدا ربا رو نابود میکنه و یرب صدقات، خودش ربا میده، صدقه رو هی افزایشش میده. این همینه دیگه، مثلا همین آیه کریمه القرآن یفسر بعضه بعضا. چجوری خدا ربا میده به انسان؟ در واقع یک معامله ربوی با خدای متعال انسان بکنه، صدقه. یه دونه دانه میشه 700 تا، 700 تا 1400 تا و بیشتر. والله واسع علیم، خدا وسعت دهنده است. خب اینا رو عرض کردیم، وقتی پرده ها کنار میره آدم میبینه حقایق عالم رو، میبینه میبینه یه صدقهش چقدر اینجا زیاد شده. نظام میگه میشه من برگردم؟ الا اجل قریب فاصدقه. خیلی مهمه، حتما مؤثر هست. خیلی ممنون محسر. بیننده های بعدی و عزیزمون سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید. باید اینا بگم که اول تشکر میکنم از برنامه جذاب و مفیدتون. من همه مطالب آیه های قرآن که مطرح میشه را یادداشت میکنم و چندین بار میخونم. حالا هم فکر کردم که شاید جواب سوالم را بتونم از طریق این برنامه دریافت کنم. سوالی که از واجبای اسکندری داشتم اینه که ما در قرآن میخونیم که مرگ و زندگی دست خداست، یا خدا ما انسان ها را به انواع خیر و شر امتحان میکنه. حالا این سوال در ذهن من هست که آیا خود انسان هم ممکن هست که مسبب یک اتفاقی بشه؟ مثلا زندگی خودم را مثال میزنم که من حدود 5 سالی هست که شوهرم فوت کرده. همش با خودم فکر میکنم که به قول اطرافیان که مثلا میگن چوب اشتباهات تا خوردی یا از چوب خدا را خوردی، آیا این هم یک امتحان هست یا خدای نکردن مجازات مثلا گناه ما دارم پس میدن؟ آیا لیاقت زندگی کردن نداشتم که این بلا سرم اومد؟ آیا گناهی را مرتکب شدم و حالا با این اتفاقی که افتاده دارم تاوان گناهم را پس میدم یا نه؟ خیلی ممنون، تشکر. گاهی وقتا خیلی شوق مرگ دارم و مرگ را خیلی دوست دارم، گاهی هم خیلی ترس و وحشت و از مرگ میترسم. میخواستم بگم این ترس و شوق ربطی به اعمالم داره یا نه؟ خیلی ممنون، خیلی متشکر. دو سوال بود، البته با فاصله خیلی کم. این سوال دوم رو اول میخواید پاسخ بدید یا سوال اول؟ اول که فرمودند که همین اتفاق ناگواری براشون بله افتاده، آیا این چوب خداست؟ بله. آیا دارن مکافات عملشون رو پس میدن؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. گیریم که چوب خدا باشه. خدا که جز رحمت ازش صادر نمیشه. به یدک الخیر قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. چوب خدا اینجا خیلی نرم تره، خیلی دردش قابل تحمل تره. دعای کمیل امیرالمومنین مولا همین شبهای جمعه هست رو قرائت بفرمایید، مطالعه بفرمایید. این درد اینجا کجا، درد اون بر کجا؟ لا یومی تو فیها ولا یحیا، نه آدم میمیره نه زنده میمونه، بین مرگ و زندگی دست و پا میزنه. گیریم اصلا همه مسائل رو میذاریم کنار، گیریم حرف اونها درست باشه، بگن چوب خدا بوده. خدا ازت ممنونم، اینجا داری مرا مکافاتم میکنی. بعد خدای متعال عادل تر از اینه که اگر به خاطر جرمی مثلا بنده ای رو اینجا مکافات کرده، بخواد اونجا هم مکافاتش بکنه بنده مؤمنش رو. بنابراین فرض کنیم این باشه، این هم یه لطف خداست که قطعا نمیشه چنین قضاوتی کرد. کی میتونه؟ مگه اون شخصی که این حرف رو میزنه؟ مگه خدای نعوذم بالله؟ مگه خدای؟ از کجا میدونه حکمت خدا رو؟ قرآن میفرماد عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو خير لكم. عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خدا خیر کثیر قرار داده، ما که نمیدونیم، ما از خیر خودمون با اطلاع نیستیم. ما دستمون رو بالا بگیریم، میگیم خدای من تسلیمم،
من نمیدونم خیرم چیه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. این همه آیات قرآنه، خدا میدونه، ما که نمیدونیم چه خبره. اینم از این قصه که عرضم به حضورتون که بله فرمودید امتحانه، حتما امتحانه، حتما امتحانه. خودتونم آیاتشو خوندید، قطعا و مسلما صدق الله، خدا راست گفته، این امتحان خداست. خدای متعال انسانها رو با اینها امتحان میکنه و بشر صابرین، بشارت به صابران، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اگر من مصائب رو از خدا بدانم، اگر خدا رو فعال ما یشاء بدانم، اگر همه امور خودم رو از خدای متعال بدانم، که در علم کلام و اعتقادات بهش میگن توحید افعالی، که قرآن میفرماد والله خلقکم و ما تعملون، خدا خالق شما و خالق کرده های شماست. بله، مرگ و زندگی دست خدای متعال هست، همه عالم دست خدای متعاله، همه افعال ما، لیکن خدای متعال جز مقدراتش هم اختیار بشره. یکی از چیزهایی که جز مقدرات الهی است اختیار منه، من با اختیار خودم میتونم در واقع تغییراتی ایجاد کنم. احسنتون. ضمن این که ما یک اجلهای حتمی داریم، یک اجلهای معلقی داریم، یه چیزهایی داریم میتونه اجلهای معلق رو از انسان دور بکنه، اما یه چیزهایی هست که هیچ، اجل مسماست. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون ولن یؤخر الله اجلهم ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلهم. آیه قرآن، این خدا عقب نمی اندازه. وقتی سوره مبارک منافقون هست، آیه احتمالاً 11 آیه آخرشه، هرگز خدا تأخیر نمی اندازه. بنابراین اینها حرف های بی اساسه، اینها اگر حالا میزنن دیگه. یه شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام به نام علقمه، شکا علقمت و الی صادق علیه السلام من السن الناس، از زبون مردم، از زبون مردم شکایت کرد یا ابن رسول الله چی کار کنه، مردم زخم زبون میزنن، اذیت میکنن، حرفای ناروا میزنن، حرفای نادرست میزنن، چی کار کنم؟ حالا به تعبیر بنده، من نقل معنا میکنم روایت رو، حضرت فرمودن که تو چه انتظاری داری؟ تو چه انتظاری داری؟ به تعبیر بنده از میکنم نقل معنا میکنم، به خدا هم مردم حرف نامربوط میزنن، افتراء، افتراء علی الله الکذب، به خدا افترا میزنن، به خدا میگن خدا، عرضم به حضورتون که فرشته ها رو دختر خودش قرار داده، انبیا رو پسر خودش قرار داده، خدا همچین کرده، خدا همچون کرده، به خدا نسبت ناروا میدن. تو چه انتظاری داری؟ تو میخوای از زبان مردم در امان باشی؟ بهتره که انسان اعتقادات خودش رو کامل بکنه، اتکای خودش رو به خدای متعال بکنه. حتما علا به ذکر الله تطمئن القلوب، و اگر صبر کنیم همون آیات سوره بقره که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم، آیه 157 میفهم، این 156ه، 157 میفهمد اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، و این صلوات اصلا خود آرامشه از خدا. بله، صلوات خدا یعنی نزول رحمت، یعنی نزول برکت، به تعبیر از داره یعنی آرامش الهی، سکینه. حالا این تیکه فرمایش شما میتونه بخشی از جواب سوال بعدی هم باشه، سوالی که فرموده بودن من از مرگ خیلی میترسم، بله. کمکم که اصلا این ترس ممدوحه، فرمودن که گاهی اوقات شوق دارم گاهی اوقات میترسم، همینطور. من میخوام عرض بکنم این حالت خوبیه، اصلا قرار ما خوف و رجا داشته باشیم دیگه. همین دعای کمیل امیرالمومنین رو ببینید، خیلی زیباست، اصلا درس های معاد و قبر و برزخ و قیامت و حشر و نشر و حساب و کتاب و صراط و میزان و بهشت و جهنم و همه ایناست. گاهی حضرت میره در مقام خوف قرار میگیره،
فریاد ولا اصرخن الیک صراخ المستصرخین، فریاد میزنم ولا اون عادینک عین کنت یا ولی المؤمنین، یا رب ارحم ضعف بدنی و قلت حیلتی، چاره ندارم، بیچاره هستم. گاهی حضرت خودشون میبره در طبقات جهنم فریاد میزنه و گاهی میبره مشمول رحمت خدا. اشتاق الی قرب کفل مشتاقی و ادنو من کدنو و المخلصی. احسنت، این خوبه. گاهی من شوق داشته باشم به هوای این که برم شنیدم رحمت خدا برای مؤمنین فراهمه، گاهی خوف داشته باشم من نمیدونم اوضاع من چجوری میشه بعد از مرگ، من نمیتونم اتکا کنم و اعتماد کنم به این اعمالی که حالا انجام میدم، یه نمازی، یه ذکری، یه قرآنی، یه حجی، ارزم به حضورتون که روزه، یه چیزی اینجوری نمیتونم اعتماد، نمیدونم اینا برای خداست یا نه، نمیدونم اوضاعم چی میشه. بنابراین خوفش خوبه، این رجا هم خوبه، خوف و رجا دیگه باید هر دو باشه، هم من مشتاق لقای خدا باشم هم بترسم از اینکه در برابر خدای متعال میخوام وایسم چی جواب دارم بدم. من که نه نمازم به درد میخوره، نه عبادتم به درد میخوره، نه بندگی، نه هیچی، نه اخلاقم، نه معاشرتم، نه معاشم سالم و دقیق و درست بوده، نه اقتصادم، نه معادم، کاری نکردم. لذا وقتی پیغمبر اکرم سعد ابن معاذ رو که از اصحابشون بودن از دنیا رفتن، پیغمبر خودشون آمدن ایستادن سعد رو شستن، خیلی مهمه، در تشییع سعد شرکت کردن. مستحب انسان به چرخ مشیعین دور تابوت بچرخن، از این زاویه بیان عقب، از این بچرخن بیان از سمت راست، بیان سمت چپ، هر چهار گوشه تابوت رو مشیع مستحبه که زیرش قرار بگیره. پیغمبر همین کار رو با سعد کرد، نماز بر جنازش خوند، بعد عبا و اینها رو در آوردن، رداشون رو در آوردن، امامه از سر برداشتن، یه فرم خاصی تشییع کردن سعد ابن معاذ رو. بعد خودشون رفتن داخل قبر، جنازه سعد رو گرفتن، گفتن همین که خاکا رو قبر ریختن، پیغمبر شنید یه زنی که مادر سعد بود گفت پسرم سعد خوشا به حال، هنی ان لک الجنه، که پیامبر آمده، که پیامبر اومده کاراتو کرده، تجهیزت کرده، یا رسول الله چرا شما با این شرایط اومدید؟ پیغمبر فرمود چون ملائکه اینجوری اومده بودن برای تشییع سعد، من تأسی کردم به ملائکه، منم آمدم به این شرایط، لباس تر آوردم، هیئت تشریفاتی خودم رو خارج کرده بودم آمدم. اما بعد پیغمبر فرمود اما دارم میبینم من سعد رو، سعد ابن معاذ رو که گرفتار فشار قبر شده، یا رسول الله سعد، بله همین سعدی که ما تشریح کردیم، این با اهل و عیالش تندخو بوده، تو خانواده بد اخلاق بوده. بنابراین نمیتونیم ما رجاء مطلق داشته باشیم، خوف مطلق هم خوب نیست، باید بینابین رو اختیار بکنیم. پس به این بیننده عزیز میگیم که این خیلی اتفاق مبارکی است که شما گاهی ترس و گاهی با این پشتوانه معرفتی بر. خیلی ممنونم. میریم محصل قرآن کریم آیه 42 سوره زمر رو با صدای استاد کریم منصوری، که خیلی وقتا ما مردم خوبمون توصیه و درخواست میکنن از قراء خودمون هم صدا بشنویم و تلاوت بشنویم، آیه ای که در پایانش ذکر میکنه این از نشانه های روشن پروردگار است برای اهل فکر. بسم الله الرحمن الرحیم، إن في ذلك لآيات.
تفكرون امشب حاج آقای اسکندری عزیزمون این لطفو داشتن و فرمودن که همه جلسه رو به سوالات بیننده‌های خوبمون اختصاص بدیم و حالا هم منتظر باز سوالات شما هستیم. خدا رو چه دیدید شاید همینطوری جلسات پنجشنبه هامون بخش عمده‌ایش به سوالات مردم، واقعا مردم گره تو کارشون دارن و اعتماد هم دارن به کارشناسان دینی و این سوالو میپرسن، براشون منشأ اثر و خیر هست. این خواهش رو هم بکنم اگر با هم موافقید ثواب این تلاوت که انجام گرفت و شنیدیم و صفا کردیم با این صدای نورانی استاد منصوری هدیه کنیم به روح اموات و گذشتگان، به خصوص حقداران جماعت بیننده یاد خدا و عوامل عزیز برنامه یاد خدا. حاج آقا خیلی سوال هست، همشون مهمه. به طور مثال فرمودن سلام، من خانومی هستم که نماز روزه تعدادی میت رو از خانواده هاشون پذیرفتم و به من مبلغی هم دادن، اما من به طور کامل نمیتونم از عهده‌اش بر بیام، میتونم به جاش براشون دعا کنم؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هرگز. اولا به کسی که انسان واگذار میکنه نماز و روزه میتی رو، اولا تا شخص نمرده نمیشه از طرفش نماز و روزه انجام بدند، ولو در حالت مثلا کما باشه، اگر از این حیاتی برخورداره نمیشه. این با حج فرق داره. حج اگر کسی استطاعت پیدا کرده، استطاعت مالی پیدا کرده، حالا استطاعت مثلا بدنی نداره، این میشه از طرفش نیابت کرد مادامی که زنده هم هست، لکن در نماز و روزه این اتفاق نمیفته. ولکن آدم وقتی بری و ذمه میکنه اون میت رو و خودش بری و ذمه میشه که اطمینان داشته باشه این فرد، اولا نمازش صحیحه، وضوش صحیحه، غسلش صحیحه، قرائت نمازش دقیقه و بعد میخونه، این اطمینان آدم باید داشته باشه به فرد. حالا تا یه حدودی ما اطمینان میکنیم، اما او اگر نه، حدود خودش نداره، واقعا باید اطمینان بشه، تا حدود نمیشه، باید واقعا مطمئن باشه که این فرد میخونه. حالا اگر فرد یه جوری خودش رو خدای ناکرده منافقانه نشان داده که این اطمینان افراد جلب میشه ولی عملا این کار انجام نمیده، اون دیگه به عهده. ولیکن به جهات عرفی و ظاهری و شرعی و اینها باید بشه اطمینان کرد به این فرد. و اینجا اگر بدون اطمینان دادن، هم اون خانومی که گرفته گرفتاره و مدیونه، هم اینهایی که دادند برای عزمه نشدند و کماکان به گردنشون این موضوع هستش، بنابراین هر دو گرفتارن. خیلی مسئله خطرناکیست. خیلی با دعا کار حل نمیشه. بعد گفتن نماز قضای پدرمون رو میتونیم بین خانواده تقسیم کنیم. عذر میخوام، اگر اون خانم میشناسه اون افرادی که ازش پول گرفتن و پولی الان در بین نیست، باید بره رضایت اونها رو تحصیل بکنه و بهشون بگه این پولو من نیاز داشتم خرج کردم، نمیتونم و شما در واقع بله از من راضی بشید، برید در واقع اگر دینی هست به گردنتون ادا بکنید. گفتن نماز قضای پدر میشه تقسیم، بله خیلی وقت اون که من میخوام سوالا میشه با رضایت همه و راست برادران، خواهران، عروس، داماد، پسر، دختر، بگن هر کدوم بگن با اندازه یه ماه براش میخونه. بعد از مرگ زن و شوهر با هم نامحرم میشن داش آقا؟ اگر منظور برای تقسیل و تدفین و اینهاست نه، نه اولا اصلا مرد هستش برای همسرش. خیلی ممنون. گفتن که آیه من قتل نفسن کدام سوره است؟ سوره مبارکه نساء هست، آیه احتمالا 93 عبارتش هم و من یقتل بله آیه بله بله و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، یا بله و من قتل مؤمنن داریم. این عرضم به حضورتون که آیه مال سوره مبارکه 93 نساء، 93 نساء، 92 هم اشاره داره. خیلی ممنون. بله. حاجا گفتن اگه کسی بیماری افسردگی داشته خودکشی کنه، براش قرآن بخونیم امیدی هست که بخشیده بشه؟ ببینید، ناامیدی خودش از گناهان کبیر است، ولی اینکه خدای متعال میبخشه یا نه، این دیگه حکمت خدای متعال و رحمتش و قوانینی که حاکم کرده در عالم و سنت‌های خدای متعال. ولی ما نباید مایوس از رحمت خدا بشیم. مادامی که در واقع مجالی هست، فرصتی هست، میتونیم استفاده بکنیم به امید اینکه انشاءالله اون فرد عذابش تخفیف پیدا بکنه یا مورد بخشش الهی قرار بگیره. هیچ استبعادی نداره.
و یه سوال خیلی خاص که گذاشتم آخرین سوال این رو بپرسم، فرمودن که سلام و خسته نباشید، هنوز شک دارم که اصلا بعد از مرگ دنیایی وجود دارد یا نه، فکر میکنم بهشت و جهنم همین دنیا هست. بله، یه حرفای به اصطلاح قشنگ و شاعرانه و رمانتیکی زده میشه که آقا مثلا پل صراط همین جاست، بهشت و جهنم همین جاست. بله، اینا میتونه در جای خودش صحیح باشه، اما اگه بخوایم با منطق قرآن حرف بزنیم، قرآن یه نسخه ای داده جناب آقای سیرفی برای کسایی که شک دارند. اولا جای شک نیست، انصافا جای شک نیست، ولیکن اگه شک هم کسی داره، شکشو بسم الله بیاد برطرف بکنه. قرآن اصلا راجع به اصل خود قرآن میفهمد ذالک الکتاب لا ریب فیه، این اصلا شک بردار نیست. اما اگه شک دارید بسم الله، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگه شک دارید فاتو به سوره من مثله، خب این گوی و اینم میدان، بسم الله یه سوره مثل این قرآن بیارید. اگه نمیتونید، که هرگز نمیتونید، پس شکتونو بذارید کنار دیگه. راجع به معاد هم همین جوریه، یه آیه هست خیلی زیباست، سوره مبارک حج است، سوره حج، عرضم به حضورتون که همین صفحه اول سوره حج آیه پنجمه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اصلا انگار جواب همین بیننده بزرگوار یا خیلی کسانی که ایشون شاید نماینده ای اونها باشه که همت کردن پیامکی زدن به برنامه، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ریبی دارید، شکی دارید از بحثتون، برانگیخته شدنتون، یعنی بالاخره فکر میکنید با مرگ تموم میشه کار و بارها تو عالم دیگه، بساط جمع میشه، خبری نیست اونور، شک دارید دیگه، اینجوری فکر میکنید، به خلقتتون نگاه کنید، فانا خلقناکم، ما شما رو خلق کردیم من تراب، از خاک، من که از خاک خلق نشدم، این مال نسل اوله، پدر بزرگ من، مادر بزرگ من، آدم و حوا سلام الله علیهما، اینا از خاک آفریده شدن. ثم نسل بعد از اونها من نطفتن، از یه آب گندیده بدبو، ثم من علقتن، بعد یه این آب شد یه خون بسته، ثم من مذقتن، یه تیکه گوشت جویده شده، این گوشت جویده شده، له شده، مخلقتن و غیر مخلقه، دارای شکل و خلقت و بدون شکل و اینها، لنبین لکم، ما این کارا رو کردیم که براتون روشن بکنیم، ابهاماتتون کنار بره، ریبی دارید، شکی دارید، تردیدی دارید، نگاه کنید به اصل خلقتتون، ما این کارا رو کردیم بهتون بگیم بابا ما قادریم، ما توانمندیم، و نقر رو فی الارحام ما نشاء، مستقر کردیم این آب گندیده رو در رحم‌های مادرانتون، اونو که می‌خواستیم، الا اجل مسمى، تا یه مدت معین که به رشد و تکامل برسه این جنین، ثم نخرجکم طفلا، ما شما رو یه طفلی بیرون آوردیم از رحم‌ها، ثم لتبلغوا اشدکم، بعد رسوندیم شما رو به یه مرحله بلوغ، شدید و قوی شدید، هم بلوغ جسمی هم بلوغ عقلی و فکری، بعضی از مفسران گفتن تو 40 سالگی، این مال 40 سالگی، و منکم من یتوفا، بعضیاتون تو همین مراحل یا قبل از این مراحل میمیرید، و منکم من یرد الی ارذل العمر، بعضیاتون عمرتون طولانی میشه، به اون ارذل العمر میرسید، اون مرحله آخر عمر، ته عمر، نامطلوب، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا آلزایمر بگیرید، این آیه آیه آلزایمر آیه سیروی، بعد از اینکه همه چی میدونستید یادتون بره، و تلر ارضه حامدتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، بعد اشاره میکنه به زمین که خدا چجور زمین رو زنده میکنه بعد از مرگش، الان زمستان مرده، بعد با یه آبی که میفرسته اهتزت، این تکون میخوره، و ربت و انبتت من کل زوجن بهیج، من خواهش میکنم آیه 5 و سوره حج رو 6 و 7 و اینو حتما مطالعه کن، برای از خیلی زیباست بردن این این شک. بله، بعد نام ذالکه به ان الله هم ولق و انه یحیی الموتا،
خیلی ممنونم، وقتمون تمام شد آقا، خیلی استفاده کردیم. عجب ما که بحثی نکردیم اونجا. بزرگوار ان شاء الله حتما جلسه آینده محضر شریفتون خواهیم بود. از سوالات شما خیلی ممنون، از شرح صدر آقا و حوصله‌ای که به خرج دادید پاسخ فرمودید خیلی ممنون، متشکرم.